هشدار کنگره آمریکا به پاکستان. برخی از اعضای کنگره آمریکا تاکید میکنند که در صورت ادامه پشتیبانی پاکستان از حراس افغانان، آمریکا گزینه عبور از مرز و عملیات نظامی در داخل خاک پاکستان را روی دست خواهد گرفت. این اعضای کنگره آمریکا میگویند که در راهبرد احتمالی آمریکا در برابر پاکستان نیز اهرم‌های برای استفاده وجود دارد. در گام نخست باید استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بر ضد حراس افغانان استفاده شود، و اگر هواپیمای ضد بدون سرنشین نتیجه نداد، بر اقدامات نظامی و عبور از مرز بر علیه گروه های طالبان، شبکه حقانی و گروه القاعده استفاده خواهد شد. اما آیا اقدام آمریکا و اعمال فشار آمریکا به این حدی است که کنگره آمریکا مطرح میکند؟ سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان آقایان دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان آقای ظریف امینیار، استاد پانتون همچون آقای دکتر زهیر سعادت، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای وزیری، آنچه را که کنگره آمریکا به عنوان گزینه تازه برای پاکستان مطرح میکنه و در برابر گروه های تروریستی، طالبان، شبکه حقانی، گروه القاعده و دیگر گروه های تروریستی، چقدر میتونه که واقعا بر موازی دشمن تاثیر وارد بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاستو وکیل صاحب و استاد تکنیکی همکاران تا د افغانستان شریف ملت سلامونه وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې موږ ټول وخت په دې باندې ټینګار کړی دی چې مشکل اصلا په افغانستان کې نه دی. دا جګړه تحمیل شوې جګړه ده، په موږ باندې تحمیل شوې پردۍ جګړه ده، او مشکل د خط نه هغې خواته دی. مرکزونه هلته دي، تمویل هلته دی، تجهیز هلته دی، ورسره مرسته دی، هغې خوا نه کیږي. نو دا له پخوا اوس امریکا چې کوم سناتور ویلي دي، په امریکا باید له پخوا په هغوی باندې فشارونه وارد کړی وی، هلته یې ځالې چې دي هغه یې له منځه وړی وی، تر څو چې دا جګړه ختمه شوې وی، تر څو چې په پاکستان باندې فشار لازم فشار وارد نه شي، او هلته مرکزونه د تروریستانو ونه ځپل شي، له منځه وینه وړل شي، او د تمویل او تجهیز مرکزونه یې له منځه وینه وړل شي، زه فکر نه کوم چې دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. ټوله نړۍ اوس په دې باندې متیقینه ده چې مشکل اصلا په پاکستان کې دی، د خط نه هغې خواته دی. تاسو وګورئ، د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا، حقانی ډله، دا طالبانو ډلې، ملا منصور هلته ووژل شو، سامه بن لادن هلته ووژل شو، ملا عمر هلته دی، دا ټول دنیا په دې باندې اعتراف کوي چې مشکل هلته دی. نو امریکا باید په بدون د چونو چرا باید په پاکستان باندې فشار راوړي. اوس که دا خبرې امریکا کړي دي چې موږ ورباندې فشار راوړو، در صحنه جنگ از امریکا شناخت دارین به عنوان سخنگوی ارتش افغانستان، فکر میکنید که امریکا آنچه که اکنون به عنوان اعمال فشار بالای پاکستان مطرح میکنه در تمامی سطوح عبور از مرز، مسئله قطع کمک های مالی و بس برخورد جدی با پاکستان، واقعا این کار را بکنه؟ نه، په دې اخیرو که خو داسې نخې نښانې شته دی چې امریکا غواړي چې په پاکستان فشارونه وارد کړي. څومره چې موږ ګورو، امریکا اوس کوښښ کوي چې په پاکستان باندې فشارونه وارد کړي، مګر پخوا دا فشارونه هغه لازم فشارونه نه دي وارد شوي په پاکستان باندې. دا څو کلونه چې موږ ورته ګورو، مرکزونه په پاکستان کې دي، تمویل پاکستان کې کېږي، ټول تخریبات د پاکستان نه کیږي، مګر مسله په دې کې ده چې هغه لازم فشارونه چې ضرور دي چې په پاکستان وارد شي، هغه نه دي وارد شوی. اوس د امریکا متحده ایالات څه چې نظامیان دي، چې دفاع وزیر دی، یا مثلا په خپله رئیس جمهوری دی، یا سنا ده، ټول په دې باندې خبرې کوي چې پاکستان باندې فشارونه، خدای وکړي چې پاکستان باندې هغه لازم فشارونه وارد کړي تر څو چې دا جګړه پای ته ورسیږي. او که وارد یې نه کړي، دا جګړه به همداسې روانه وي، دا جګړه پای ټکی نه لري، ځکه پاکستان 200 میلیونه نفوس لري، 40 زره هلته مدرسې دي، کولی شي چې 10 زره مدرسونه یو نفر هم راولېږي په میاشت کې، 10 زره کسان کېږي. غریبي ده، مسکینی ده، 500 ډالر هم ورکړي، خلک جګړې ته آماده کېږي، دلته راځي جا. او ټول تروریستي ګروپونه د خط نه هغې خواته دي، هلته تمویلېږي، ورسره مرسته کېږي، تر څو چې امریکا لازم فشارونه وارد نه کړي، دا جګړه پای ته نه رسیږي. او په دې اخرو کې داسې لیدل کېږي چې امریکا غواړي چې په پاکستان باندې فشارونه وارد کړي، چې پرون یې سناتور ویلي دي، مخکې ورځې د دفاع وزیر ویلي وو، هغه ورځ ښاغلی ترامپ چې په سعودي کې و، هلته یې د پاکستان نوم وانخیست، د نواز شریف چې هلته راغلی و، هلته یې د خبرو موقع ورته ورنه کړله، افغانستان عسکر شجاع عسکر وبلل، هند کې د پاکستان حملې په هغې ته اشاره وکړله چې په هند کې حملې کوي او تروریستان دي. نو معنا دا ده چې امید دی، زموږ هیله دا ده چې امریکا هغه لازم فشارونه چې دوی اوس ویي په پاکستان در پلی فشار امریکا. آقای وزیری، اقدامات شما هم باید اقدامات موثر باشه. شما برای در پلی که امریکا بالای پاکستان فشار وارد میکنه، مشخص اهداف مشخص میسازه، بس
عبور از مرز مطرح میکنه، عملات تیارای بدون سرنشین مطرح میکنه. شما ارتش افغانستان چی میکنه در اینجا؟ یا خدا برخدا چی امریکا پا پاکستان منی خپل پیشارون وارد کی زمونگا برخدا ده چی مونگا پا کامل توگا بانده ده خپل هیواد ده ساترول لپاره ده امنه ده تینگولو لپاره جمنیو تا سو بلیدلی بی چی 2015 کال که 2018 کال که دا اوس پا 2018 کال که دخمن دیر ستر پیلانون درلو ده گوخته چی اتو نه ولایت سقوط کی شپتاویا ولسوالی تا سقوط ور کی شهراوی سقوط کی ده افغانستان جغرافی تا تغییر ور کی دیر اغوی دیر شوم اهداف ده زان لپاره تاکلی و مگر وصلوال پا اوس پا دیر میرانه باندی ده اغوی پیلانون طول ناکام کرد دوی ونشو کوله چی پا افغانستان کی چلور دیش ولایتون ده غده فعال دی سعی ده چی جگره ده نام نیشته ده منگ ده منو چی تحرکات ده دخمنشته ده مگر آغا استراتیجیک اهداف آغا شوم اهداف چی دوی ده زان لپاره تاکلی و آغا وصلوال پا اوس طول ناکام کردی دی تاسو ولی ده چی یو ولایت اتو ولایتون دوی یو ولایت لاسترانه وړو مسپیتاویا ولسوالۍ غوښتي دوی سقوط ورنکه مثلا شهراوی غوښتي چې ټولې بندې کې دوی بندې نشوې کړلې دوی ستر مرکزونه غوښتل چې په افغانستان کې تاسیس کی تاسیس یې نشو کړی د کوټې شورا د میرانشاه شورا دوی غوښته چې افغانستان ته راوړي د کوټې شورا یې هلمند روزګان قندار کې غوښته چې ځای په ځای کې یا قندوز کې او د میرانشاه شورا یې غوښته چې راوړي پکتیکا یا پکتیا خوست کې ځای په ځای کې مګر تاسو ولیده چې دوی د شومه هدف ته ونه رسېده دا ټول د وسلوال پوځ کارونه دي ګوره موږ هره شپه د 2-5 پورې د شپې عملیات لرو هره ورځ د کوماندو د 10-13 پورې عملیات لرو هره ورځ د ساحوي قلي اردوګانو تر 40 پورې موږ د ساحوي قلي اردوګانو عملیات لرو هره ورځ د 50-200 پورې موږ هوایی حمایوي پروازونه لرو د دې نه علاوه موږ تر 150 پورې هوایی ضربې لرو چې نتایج یې ډېر ښه دي نو موږ په خپله خپل کار کوو او په څنګ کې امریکا متحده ایالات باید په هغو فشار وارد کړي آقای امینی شما به باور هستین که آمریکا با این حد فشار بالای پاکستان بیاره اونچه که کنگرسش مطرح کرده بس عبور از مرز مسئله قطع کمک‌های مالی بس عملات افزایش عملات تیارهای بدون سرنشین و هدف قرار دادن پایگاه های تروریستی فکر میکنید که آمریکایی ها اکنون به این نقطه رسیده که به این اندازه که مطرح میکنن واقعا فشار وارد بکنه بالای پاکستان بسم الله الرحمن الرحیم من فکر میکنم که عملا در نگرش امریکا و در سیاست امریکا در قبال پاکستان و در قبال منطقه عملا تغییرات بسیار گسترده رونما گردیده است. علت های از این است که امریکا در جنگی که در افغانستان و در بخاطر ثبات منطقه آمده بودن در این جنگ به نظر می رسد که شکست خورده است و بیشتر از این توان از این نداره که به این منوله که ادامه داره در افغانستان به ثباتی و نتوانستن و اهداف اندورینگ فریدم اپریشن در افغانستان به دست بیاره ادامه ازی به امریکا نه تنها که شکست در منطقه خواهد بود بلکه جمع شدن هجمونی و از بین رفتن هجمونی امریکا خواهد بود پس به این معنی است که به امریکا هزینه ازی بسیار بزرگ خواهد بود در جهان متاسفانه امریکا تا به اکنون هم یک استراتژی مدون در رابطه با چگونگی ثبات در افغانستان در منطقه یک دید بسیار وسیع و استراتژیک و مدون نداشت و من فکر میکنم که یکی از علتهایی بود که امریکا نتوانست آنچی را که باید در افغانستان به دست می آورد به عنوان اهداف آمدن حضور امریکا و ناتو در افغانستان او را متاسفانه نتوانست آورده اشتباهات مثل که پاکستان به نسبت به افغانستان بسیار اولویت و ارجحیت داد به نظر من یکی از اشتباهات بسیار اساسی و استراتژیکی ایالات متحده آمریکا است مثلا رون از نظر انداختن پروسه صلح در افغانستان یکی از اشتباهات استراتژیک آمریکا در اینجا یا بیشتر در رابطه با صلح اینا کار نکردن ما فکر میکنم میام یک اشتباه مقامات آمریکایی ها بسیار سیستماتیک بس فشار بالای پاکستان مطرح میکنن شما چند روز پیش دیدین که دو مقام ارشد استخبارات آمریکا آمد اتهامات برای پاکستان وارد کرد و گفت که معضله افغانستان به دست پاکستان است دلیلش هم گفت که پاکستانی ها از نفوذ هند در افغانستان حراز دارند به می دلیل گروه های تروریستی در افغانستان حمایت میکنه اکنون کانگرس می این مسئله رو مطرح میکنه دلیلی که آمریکایی ها در این مقطع با این تفاوت به این درجه دیدگاهشون تغییر میکنه در قبال تروریسم و بر پاکستان فشار وارد میکنه اصل دلیل چی است دلایل ما براتون گفتم شکست امریکا دلیل است و بسیار دلیل عمده هسته
متحد نماندن با ارزش پاکستان در قبال استراتژی امریکا در قبال پاکستان یک دلیل عمده هسته. شما ببینین پاکستان یک از اشتباهات سیاسی که رخ میده، فکر نمیکنید یک دلایل هم این است که پاکستان بیشتر طرف روسیه میلان پیدا کرده و روسها هم یک بخش طالبان را به دست گرفته؟ طبعا میایم سر از اون مسائل صحبت میکنم. یکی از اساسی ترین موضوعی که امریکا را شاکی ساخت بر نیت پاکستان این بود که پاکستان هیچگاه نتوانست به عنوان یک متحد با ارزش با امریکا مطرح باشه و حسن نیت داشته باشه. همواره برنامه های یک جای امریکا و پاکستان افشا شد و ارزش هایی که امریکا میخواست که حفظ باشه او ارزش ها را بیرون کردن که سیاست امریکا را در منطقه متزلزل کردن و باعث سازی هم شد که در افغانستان بی‌ثباتی به افغانستان به وجود بیاید، امنیت افغانستان خدشه دار شود. نگاه امریکا پاکستان به افغانستان که یک نگاه امنیتی و نگاه سیاسی بوده و همیشه در تضعیف حکومت های افغانستان منافع خود را دیدن، این دیدگاه دیگر من فکر میکنم که به ایالات متحده امریکا دیگر قابل قبول نیستم. ولی از همه چیز مهمتر است که امریکا کاملا به این باور است که در منطقه شکست خورده و یکی از علتهایی که امریکا شکست خورده است که اونا نتوانستند پاکستان درست مدیریت کنند به عنوان یک متحد. یعنی کنون میخواهند درست مدیریت بکنند؟ دقیقا. حالا عملا شما میبینید در پاکستان در انزوا رفته، 190 میلیون کاهش در بودجه و کمک های امریکا به پاکستان عملا نشان میده که امریکا دیگر سیاستش تغییر خورده و سیاست امریکا یک تغییر بسیار بنیادی هم به وجود آمده. ادمنستریشن ترامپ به نظر من دیدگاهش است که باید جنگ در منطقه خاتمه یابد و ثبات در منطقه عملا به وجود بیاید و تا زمانی که پاکستان تضعیف نشه، فشار درست و لازم به بالای پاکستان وارد نشه، امکان پذیر نخواهد بود که این کار انجام شود. من فکر میکنم که از همه چیز در اکنون به حکومت افغانستانی مهم خواهد بود که به سیاست بسیار دقیق و درست که ادامه دادن و از وقت حکومت وحدت ملی سیاست بسیار دقیق عملی شد و لابه‌گیری بسیار دقیق در ایالات متحده امریکا شد، همین سیاست در قبال پاکستان حفظ کند تا بتوانیم ما فشار بیشتر سیاسی بالای پاکستان وارد کنیم. امروز تحولات سیاسی، تغییرات سیاسی در معادله سیاسی باعث شده که پاکستان نه تنها در منطقه بلکه در تمام جهان دا انزوا بره و این بهترین فرصت است. یعنی شما باور من در انزوای پاکستان هستید؟ دقیقاً من فکر میکنم که پاکستان عملا به انزوا است و امریکا فشار بیشتر را وارد خواهد کرد، طوری که مثلا یکی از اعضای کانگرس که آدم کینگز زینگر بود که در این آخر یکی از اظهارات بسیار شدید داشت که اگر شما میخواین که افغانستان با ثبات بسازین، شما باید عملیات مستقیم در خاک پاکستان داشته باشین. من فکر میکنم که هشدار بسیار بزرگ از طرف کانگرس باشه. تشکر. آقای سادات، آنچه را که پاکستانی ها، شما شاهد بودین که آمریکایی ها در برابر پاکستان در 15 سال 16 سال حضور مطلقشان در افغانستان دیدین که سیاست دوگانه در برابر افغانستان و پاکستان بازی کرد. اما دلیلی که این روزها بیشتر از طرف برخی از مقامات آمریکایی پاکستان به شدیدتر الفاظ هدف قرار میگیره و اتهامات وارد میشه و بحث پیشنهاد چنین اقدامات هم میشه، دلیل شما در چی میبینین؟ شما موافق بر این هستین که آنچه که آقای امینیار گفت که آمریکا در این منطقه شکست خورده و میخواد جبران بکنه و یا هم مسائل دیگری است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هم بار سلام خدمت بینندگان تلویزیون خورشید و میهمانان گرامی در این میز و همکاران تکنیکی شما. در این شکی نیست که افراطیت، تروریسم و دهشت افکنی در منطقه روز به روز گسترش پیدا میکنه و عوامل و منبع و اینایش هم مشخص است که از کجا تمویل میشن و از کجا تجهیز میشن. و این بار اول هم فکر نمیکنم باشه که امریکایی ها آلی پای برده باشند که عامل همه قضایا در منطقه و بخصوص در افغانستان پاکستان است. از گذشته را میدانستن، استخباراتشان در جریان بود، با او حد کافی معلومات هم داشتن. و حالا که اظهارات از زبان کانگریسمن ها بیرون میشه و حتی پیشنهادهای صورت میگیره که برای جلوگیری از افزایش تروریسم در منطقه و در افغانستان چند دلیل میتونه باشه. یک بخش جناب استاد گفتن در قدم اول او قدری که آن قدری که امریکایی ها از گرایش یا منحرف شدن پاکستان باعث عضو استراتژیک با ایالات متحده امریکا و آهسته آهسته داره که به طرف بلوک شرق یا به خصوص کشور روسیه، حالا روابطشان نزدیک شده
و این نزدیک شدن پاکستان با روسیه از هر نظر و از هر نگاه یک ضربه کلانی است بر امریکایی ها. یک دل میتونه ای باشه که حداقل با چنین فشارهای جلو رفتن پاکستان یا نزدیک شدن پاکستان به روسا بگیرن. دلیل دومش هم است که امریکایی هم بالاخره یعنی در دنیا بر همگی معلوم شد که طویلترین جنگ در قرن 21 جنگ افغانستان است که بیشتر از 15 سال است دوام میکنه و هیچ نتیجه ملموس و نتیجه خوبی که به ختم جنگ بی انجامه به ثبات در منطقه انجام میده باشه ما به اون نتیجه نه ما و نه دنیا نرسیدیم. به اون اساس امریکایی ها میشه زمین گیر شدن و عامل اساسی و فاکتورهایی که در قضیه ناامنی و در پرورش تروریسم مستقیما دخیل هستن میدانند که اونا دست پاکستان، استخبارات پاکستان و در کل کشور پاکستان است. و موضوع سومش یا دلیل سومش ایست که افزایش اینمی افراطیت یا گروپ های تروریستی بشاخچه و گروپ های متفاوت و مدیریت از این توسط جاهای مختلف بخصوص فعالیت از اینها در جغرافیای افغانستان و مدیریت از اینها از بیرون مرزهای افغانستان و این خود یک نگرانی جدی دیگه را به وجود آورده که اموطوری که طالبا بخشی از طالبا در اختیار روسا قرار گرفتن و این نگرانی هم وجود داره که بخش بیشتری از این افراطگرایان و از این کسایی که در شت افغانستان در مثلا ابزار قرار بگیرن یا آلای دست قرار بگیرن بر رقیب اساسی و بنیادی ایالات متحده آمریکا که روسا باشن. به این اساس و احساس کردن که اگر تو جنبندی بکنیم تمام یک مطلب است که میگه مایه فساد یا منبع فساد پاکستان است، بیاین پاکستان سر جایش بشانیم. اگر پیشنهادها اظهار نظرهایی که در این اواخر صورت گرفته چو از مقامات نظامی شان و چو هم از طریق کانگریسمنهایشان واقعا ایره جدی بگیرن، به عوض از اینکه اینا بیان توسط هواپیماهای بی سرنشین بمبارد بکنن، نمیفهم 10 نفر توریست دو طرف مرز از بین ببرن یا یک مقدار کمکایشون کاهش بدن، به جدیت عمل بکنن که مراکز از بین ببرن، جاهای گفته افراطی... گفته امین عضو کنگره آمریکا گفته که گزینه بعدی قطع کمکای مالی خواهد بود و حتی اگر قطع کمکای مالی هم نتیجه نداد عبور از مرز. عبور از مرز ببینید، اگه اینا عبور از مرز هدفشان این بوده باشه که ما عملیات‌ها را در آن طرف مرز انجام میدیم، خود طبعا به تلفات می انجامه و اما سیستم تروریست پروری از بین نمیره. درست است که پیشتر وزیر صاحب گفتن اگر هزار مدرسه یک نفر اینا کشته بتن، خود چندین هزار مدرسه وجود داره، در یک روز اگر یا مثلا یک هزار نفر هم از دست بتن برای از ما به تاثیر است. به عوض از اینکه عبور از مرز اینا نامش ماندن عملیات در خاک و در اون طرف مرز انجام میتن، خوب است که اینا منبع را قطع بسازن. منبع به این معنی که مدارسی که احساس میشه یا اطلاعات دقیقی وجود داره از نظر استخباراتی خودشان و به اطلاعاتی که در حکومت افغانستان وجود داره، دروازه از اون مدارس ها را بسته بکنه توسط خود حکومت پاکستان، یک. و منبع تمویل کننده ای که بینمی افراطیت از اگر از پول زکات است، از پول کدام شیخ است، اگر از هر مدرکی از تاجر است، از هر جایی که بر از اینا کمک مالی میرسه این را قطع بسازن و در مرحله سوم فشار جدی از حکومت پاکستان نتیجه بخواین، بگن که ما نمیخواییم که از این به بعد اینقدر وقتتان یک نفر تروریست هم یا یک نفر انتحاری یا یک گروپی از دهشت افغان فعالیت بکنه و کارهای تروریستی را انجام بده. اگه اینا نتیجه را از حکومت پاکستان بخوان، اونا مجبور هستند دروازه مدارس افراطیت هم بسته بکنن و تروریستا و گروپ ها را مراکزش هم بسته بکنن و تمویل تجویزش هم رایش جلوگیریش خودشان بلد هستند چه خواستن بگیرن. اگر نتیجه را از اینا نخوان و فقط در حد همکاری های 15 سال قبل باقی بمانه که بگن ما همکاری میکنیم، باز یک دو دانه بمب که پاکستانی خودشان انفجار دادن در یک جای میگن ما هم قربانی افراطیت هستیم. ما یک مثال خدمتتون عرض میکنم. ببینید کشور اسرائیل در بین کشورهای عربی موقعیت داره و فعلا افراطیت که در او مناطق وجود داره شاید در پاکستان در منطقه ما شما 60% هم نباشه، اما باز هم کوچکترین حرکتی انجام نمیشه به خاطر از اینکه تعهد گرفتین که اگر کوچکترین حرکت دهی سرزمین دهی جغرافیا به وجود بیاد مسئولش کشورهای منطقه است. عین تعهد از پاکستان میگیرن اگر راست میگن و اگر واقعا میخوان که در منطقه ثبات باشه. اگر در غیر از اینکه بخوان همین کاری که در 15 سال گذشته کردن پاکستان اون طرف
دبل فیس بازی بکنه، وارم بازی بتن، مارم بازی بتن، ما امیدوار باشیم، امیدواری هم به جای نمیرسه، جنگ مدام پیدا خواهد کرد. آقای وزیری، شما تنها راه ختم جنگ فشار بالای پاکستان میبینید از طرف آمریکا؟ نه گورا، اساسی مشکل خو اساسی مشکل پدې کې دی چې مشکل په پاکستان کې دی. ګوره، که چیرې په پاکستان کې دا مرکزونه وتړل شي، د خط نه راتیر نه شي، دوی تمویل ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، پیسې ورته، زه تا ته یو بل شی وایم، په د هره جګړه کې څومره مخالفین ژوبل کیږي، د مړو تر څنګ څومره ټپي کیږي، دا ټپیان چیرې تداوي کیږي؟ په افغانستان کې کوم روغتون شته دی چې دوی پکې تداوي شي؟ ټول وړل کیږي په پاکستان کې تداوي کیږي. او خپله د دې مخالفینو کورونه چیرې دي؟ یوازې طالبان اصلا مشکل طالبان نه دي. تاسو وګورئ چې چینیانو مرکزونه چیرې دي، د غوریانو مرکزونه چیرې دي، د ازبکانو، تاجکانو د مخالفې ډلې چې دي مرکزونه چیرې دي، یا مثلا دا د مختلفو عربي هیوادونو نه چې جنګیالي دي، د دوی دا مرکزونه چیرې دي؟ ټول په پاکستان کې دي. ټول افغانانو ته معلوم دي، وکیل صاحب ته دي، استاد ته، ما ته، تا ته، ټول افغانانو ته په پاکستان کې معلوم دي چې مرکزونه چیرې دي. یا مثلا دغه پاکستاني طالبان دي، یا دا القاعده ده، دا داعش ګروپونه دي، دا د حقاني ډلې دي. تاسو میرانشاه ته لاړ شئ، حقاني ډلې په ښکاره باندې مرکزونه لري، پوستې لري، خون روزنې ځایونه لري. یا مثلا دغه ډلې چې د لشکری جنگوي، لشکری طیبه، جیش محمد، دا په خپله پاکستان اجازه ورکړي، رسمي فعالیت ته اجازه ورکړې ده، د کشمیر په خاطر باندې، د هندوستان په خاطر باندې، او په افغانستان کې تنه استفاده کوي. نو زه وایم که چیرې په پاکستان باندې لازم فشار وارد شي، او د دې تر څنګ موږ وسلوال پوځ لکه چې دا اوس په خپله باندې دلته عملیات کوو، امنیت ساتو، او د تصفیې لپاره کار کوو، د دې تر څنګ باندې په خپله باندې جګړه دلته ختمیږي. اما فکر نمیکنید آقای وزیری که جنگ افغانستان اکنون دیگه جنگی نیست که تنها بر بگرده به پاکستان؟ شما هم حتما درک دارین در جبهات جنگ می جنگین که اینجا تنها اکنون جنگ منحصر به مدیریت پاکستان هم نیست در وضعیت فعلی؟ دی بنی منگا متقین یو خطاسو یو خبر از تاسو ته وکما، دا درست ده چې ایران وی دی مخالفین سره مرسته کوي، خو زه تاسو ته یو شی ویل شم، کله چې پاکستان دغه مرستې ودری، کدی په ایران هم مرستیم کیږي، دا مرستې ایران په غس پیمانه باندې نشي کولای، لکه چې په لکه پاکستان چې کوي. روسیا د دې امکانات نه لري، دومره امکانات نه لري چې هغه مرستې وکړي لکه پاکستان چې وکړي. روسیا په ښکاره باندې، ایران په ښکاره باندې مخالفینو ته مرکزونه نشي جوړولای په خپل هیواد کې. منګه په دې را کې څېړنې کړې دي. اوس روسیه په خپله په تاجکستان او ازبکستان کې د مخالفینو مرکزونه نشي جوړولای. که روسیه مرسته کوي، د پاکستان له لارې مرسته کوي، د هغه سره که چیرې وغواړي چې مرسته وکړي، د همغې له خوا نه مرسته کوي چې پاکستان به د لابي به د پاکستان سره وي، او د پاکستان له لارې به دا مرستې کیږي. نو زه یو اساسي خبره دا ده چې که چیرې امریکا متحده ایالات په رښتیا باندې پاکستان باندې فشار وارد کړي، او بالاخره پاکستان دې ته مجبور کړي چې د دوی د حمایې نه ملاتړ نه لاس واخلي، زه درته ویلی شم چې په افغانستان کې په هماغه ورځ باندې 50% جګړه پای ته رسیږي. او د دې تر څنګ خو موږ دلته په خپله باندې زموږ وسلوال پوځ، زموږ افغانان، زموږ پولیس، امنیت، اردو، دا ټول د دې دپاره کار کوي تر څو چې جګړه په افغانستان. آقای وزیری، در پلوی حمایت پاکستان در جنگ کلانترین ایراد بر مدیریت جنگ توسط شما هم وارد است. فکر نمیکنید که یک بخش چالش عمده ای است که شما هم نمیتونید جنگ خوب مدیریت بکنید در داخل افغانستان؟ اساسی خبره داسې نه ده. ګوره، ټول خلک ورته اشاره کوي چې د جګړې مدیریت درست نه دی، او دلته جنرالان کمزوري دي، او وزیر کمزور دی، او پلانه. ګوره، زه یو پخوانی افسر یم، زه د دې سره کاملا مخالف یم، ځکه تاسو وګورئ، د افغانستان د وسلوال پوځ وکیل صاحب دلته شاهد دی چې کله چې تشکیل شوی دی، موږ د صفر نه شروع کړې ده. ګوره، موږ په څنګ کې هم جګړه کوو، هم جلب جذب کوو، هم ښوونه روزنه کوو، هم په څنګ کې موږ ورسره تسلی او تجهیز کوو. تاسو داسې اردو، موږ داسې اردو دلته موږ ته نه ورا پاتې، پخوانۍ اردو ټوله له منځه لاړه وه. ګوره، یو په جګړه کې شامل یو، او تر څنګ موږ روزنه کوو، موږ مدیران روزو، موږ قومندانان روزو، موږ دا وسلوال پوځ، دا د وحدت ملي د حکومت، یا دا د شپاړس کالو حکومت یوازینۍ لاسته راوړنه، ښه لاسته راوړنه دا وسلوال پوځ دی چې لري. زه تاسو ته ویلی شم چې زموږ وسلوال پوځ په سیمه کې اوس، دا درسته ده چې موږ به صنفونه کم لرو، دا درسته ده چې موږ به وسلې کم لرو، خو د تجربې او د مهارت له پلوه زمونږ وسلوال پوس اوس په سیمه کې جوړه نه لري. ته وګوره، د امریکا جمهور رئیس، د امریکا دفاع وزیر، انګریزان، غربیان،
ټول زمونږ د کومندو قطعات تاییدی او داغونه ستاینه کوي، زمونږ د خاص قطعات تاییدی او ستاینه ترنه کوي. ته وګوره په هند کې یو ګروپ تروریستان ننوته، لس ورځې هلته جنګ کولو چای مهار کولی نه شوه، مګر په افغانستان کې چې دلته یو انتحاري برید کېږي، دوه ساعته وروسته یې مونږ مهارو، یو ساعت وروسته یې مونږ مهارو. د شپې په عملیاتو کې تاسو وګورئ، مونږ هره شپه دوه نه پنځو پورې عملیات لرو، تر اوسه د چا پوزم پکې وینه شوې؟ تر اوسه یو شکایت رامنځته شوی دی کله چې مونږ په خپله مستقلانه عملیات کړي. معنا دا ده چې دلته مدیریت شته، د مدیریت تر څنګ مشکلات هم شته. هغه مشکلات دا دي چې جګړه ده، مونږ هغه صنفونه اوس ته وګوره چې مونږ د رادار صنف نه لرو، رادار صنف نه لرو، نو دا خو د مدیریت ګناه نه ده چې رادار صنف نه لرو. زمونږ هاری نه شما در شما زمان بر اراده ایالات متحده آمریکا خوشبین هستین که خودتان میگین که صنفهایی در اردو موجود نیست. بارها آگاهای نظامی ایره مطرح کرده که ایالات متحده آمریکا اردوی قوی بر افغانستان نمیخواد. نه دلته دوه خبرې دي، ګوره دوه خبرې دي، زه تاسو ته دا ډېر دقیق تشریح کوم. تر 2014 کال تر اخره پورې په اردو کې ځینې برخې وې چې هغه باید تشکیل شوی نه وی، او امریکا هم نه غوښته، غربیان هم نه غوښته، نه یې جوړولې. که مونږ ورته سر هم لوڅولو هغوی نه جوړولې. خو بعد 2014 څه شوه؟ زه تاته وایم لکه هوایي پاوز، دلته میدانونه او ټول ځمکه او اسمان امریکایانو نیولي وو. هوایي پاوز تیاره دي چیرې کېنوله؟ میدان نه و، چیرې دي تیاره کېنوله؟ چیرې دي خونه روزنه کوله؟ د چیرې دي پرواز ورکو؟ ګوره د 2015 کال نه وروسته مونږ په هوایي پاوز پیل کړی دی. اوس مونږ هوایي پاوز سره د دې نه چې مونږ ویو کمزوری دی، خو دومره پرمختګ یې کړی دی چې د تصور نه هم پورته دی. یو بله خبره درته وکړم، ګوره دلته د وکیل صاحب د پارلمان غړی دی، دا استاد دا مسایل څېړنې کوي، معلومې دي. کله چې د بن کانفرانس اویا زره اردو وه، نه انجینری لرله، نه توپچی لرلو، نه ټانګ لرلو، نه هوایی لرلو، نه مخابره درلوده، نه کشف و استخبارات درلودلو، هیڅ څه شی نه و. اویا زره د یو ټوپک سره اردو وه، دا خو افغانانو کلي وه، د امریکایانو د غربیانو سره یو ځای. هلته اشتباه ورته وی، خیانت ورته وی، چې هر شی یې کړی و. ګوره اوس مونږ 1,15,000 اردو لرو، انجینری لرو، توپچی لرو، زرهدار لرو، کشف و استخبارات لرو، هغه قطعات تخنیک لرو، مثلا د توپچی ریاست لرو، دا ټول هم تشکیل کړي دي. ګوره دا د امریکا متحده ایالاتو په دې باندې سرمایه ګذاري کړې. یو بله خبره هم درته وکړم، دومره پیسې چې امریکا متحده ایالاتو زموږ په اردو باندې دلته سرمایه ګذاري کړي، زه فکر کوم چې د تصور نه پورته دي، د تصور نه پورته. یو تعمیر د وزارت دفاع 255 میلیونه ډالر جوړ شوی دی. یوه قوري اردو د هوایی قرارګاه په نږدې 400 میلیونه ډالر جوړه شوی. یوه د 201 سیلاب قوري اردو ته جلال آباد ته لاړ شه، فکر به وکړي چې فرانسې ته لاړې. یوه قوري اردو 450 میلیونه ډالر جوړه شوی ده. یوازې تاسیسات په میلیاردو ډالرو د اردو لپاره جوړ شوي، خو دا بسنه نه کوي. بسنه ځکه نه کوي چې مونږ رادار ته ضرورت لرو، مونږ توپچي دافع هواته ضرورت لرو، مونږ راکټې دافع هواته ضرورت لرو، مونږ هغه صنفونو ته ضرورت لرو چې تر اوسه تشکیل شوي نه دي. ځکه جګړه ده، د توریزم سره جګړه ده، زموږ د پلار جګړه خو نه ده. آقای امینی، شما گفتین که آمریکا در این منطقه شکست خورده و میخواد شکست جبران بکنه، اما بس ختم جنگ، سناریوی ختم جنگ، فکر میکنید که واقعا وضعیت به اون نقطه رسیده باشه که آمریکا اینجا جنگ ختم بده، نقطه ختم بالای جنگ که مجموع منافع را بر تمامی کشورها میرسانه نقطه پایین بگذاره؟ خب قبل از پاسخ به این سوال، من 2 سال در اکادمی ملی نظامی استاد بودم. اتفاقا ما هم از اردوی ملی آگاهی بسیار زیاد دارم و شجاعت و دلیری و پیشرفتهای از ایر ما نادیده نمیگیریم و واقعیت پیشرفتهای زیاد شده. از صفر، از گردوی هیچ تا به امروز بسیار پیشرفت ها شده. اما آنچه را که حکومت افغانستان یا ملت افغانستان میخواه از ایالات متحده آمریکا یا میخواستن، متاسفانه ایالات متحده آمریکا قبلا که براتون گفتم که اونها استراتژی مداون برای افغانستان نداشتن، یا استراتژیش طور بوده که افغانستان باید تا 2015 هم بی ثبات باشه حداقل، یعنی ثبات کاملا نمیخواستن. به خاطر که من فکر میکنم اگر ایالات متحده آمریکا واقعیت بخواین، واقعیت اراده کنن، امکان نداره که پاکستان بتونه انحراف به مو گفته های ایالات متحده آمریکا داشته باشه. پاکستان نه توانمندی از ایره داره، نه توانمندی در منطقه، نه توانمندی از این وجود داره که یک قوای بسیار بزرگ بتانه با ایالات متحده آمریکا مقابل شوه. بحث ایست که مردم افغانستان، سیاست مداره افغانستان و حکومت داره افغانستان باید با آمریکا رو به رو در یک میز بشینند و باید اهداف که در Enduring Freedom Operation گفته شده بود او اهداف بررسی کنند، بیاین و نکته به نکته بگوین که چی چیزها را باید ما به دست می آوردیم، چرا به دست ناوردیم و چی باید کنیم با آینده.
ما فکر میکنم ایالات متحده آمریکا امروز در اون نقطه رسیده، ولی رای حل در بجنگ، رای حل جنگ در افغانستان نیست. مسئله افغانستان را حل نظامی نداره. اگر ایالات متحده آمریکا 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه یا 50 سال دیگه هم به افغانستان نه تنها کی سرمایه گذاری را که امروز کرده 10 بار یا 100 بار بیشتر از این سرمایه گذاری هم کنه، اما اگر نتوانه اجماع ملی در افغانستان به وجود بیاید، پاکستان نتوانه سرکوب کنه و سیاست های دیگری که در منطقه است که به افغانستان متضرر می سازد، او سیاست ها را نتوانه واقعیت از عمق دل و حسن نیت و از اراده واقعیت متحد اونا را سرنگون نکنه، اونا را از بین نبره، من فکر نکنم نتیجه باشه، نتیجه برسیم. رای حل افغانستان پروسه صلح است و صلح است، رسیدن به صلح است. هیچ امکان نداره و من فکر نکنم که یک ذره امکان شما راه حل پروسه صلح مطرح میکنین در حالی که اون چه که استراتژی جنگی جدید ایالات متحده آمریکا مطرح میشه، در اونجا بیشتر توجه روی جنگ و مسئله صلح در آسیه است. اینجا کلانترین پرسشی مطرح میشه، زمانی که آمریکایی ها میخواین بالای پاکستان فشار وارد بکنن، بس عبور از مرز مطرح میکنه، بس قطع کمک های مالی رو مطرح میکنه، فکر میکنید که آیا بس قطع جنگ هم در افغانستان چیز اصلی است؟ آمریکا سیاست نو آمریکا آنطور نیست که شما میگین، سیاست نو رقم است که سرکوب باید کرد آن هر دشت افغانی که باشه، چی بیرون از مرز باشه چی داخل از مرز باشه، ولی اشخاص افرادی که واقعا میخواین که به پروسه صلح باید صادقانه کار شوه و نتیجه به دست بیاورد و حکومت وحدت ملی حداقل تانسته در این عرصه یک دستاورد بسیار بزرگ داشته باشه. من فکر میکنم که از یک طرف جنگ و جنگ بیرون از مرز افغانستان نتیجه خواهد داشت، جنگ در جایی که واقعا تمیل کننده و خلق کننده و تربیت کننده و آموزش دهنده توریسم است و دهشت است و افراطیت است. و همچنان فراموش نباید کرد که در منطقه و دور از منطقه کشورهای وجود داره که این ذهنیت افراطی را و این جنگ مذهبی را اونا به عنوان یک مکتب دارن، تشویق میکنن و این ذهنیت ها باید از بین بره. من فکر میکنم که یکی از ناکامی ایالات متحده آمریکا و از اداره ترامپ خواهد باشه و است که اینا نتوانستن واقعیت با سعودی عرب سیاستی که باید بازی میکردن و بر اساس عمو دستاوردها و واقعیت های در منطقه که بودن که اینا حداقل من فکر میکنم یک بخش اساسی مشکلی منطقه برمیگرده به ذهنیتی که سعودی عرب و مکتبی که سعودی عرب میخواد که به منطقه بیاره، و من فکر میکنم که او اگر از بین نره امکانم نداره که این مشکلات از بین بره. حالا دو چانس وجود داره، دو احتمال وجود داره. یک که منطقه یک جنگ جدید را تجربه خواهد کرد و جنگ مذهبی خواهد بود، افراطیت خواهد بود و یک اسلام افراطی خواهد بود. او تو یک نظر گفته میشه، نظر به مو تحلیلگرای غربی البته این نظر را میگن به ایالات متحده آمریکا، اونا میگن که امریکا با سعودی عرب ناکام بوده و ترامپ نتونسته واقعیت امو عمق قضیه و مشکل جهان اسلام را درک کنه و یکی از اساسی ترین مشکل جهان اسلام خود عربستان است و دیگه ایران است. این دو بخش اساس است و در منطقه پاکستان اساسی ترین عامل است. همان طوری که وزیری صاحب گفت، من فکر میکنم پاکستان دانه سرطانی است در این منطقه. تا زمانی که پاکستان واقعت یک نگرش پیدا نشه که پاکستان یا باید تضییع شه یا باید پاکستان واقعت کشور شوه که دوست شوه، متحد درست شوه با و بتانه واقعت از حسن نیت کار کنه، در غیر ایران هیچ راهی وجود نداره که منطقه به ثبات کامل برسه. من فکر میکنم جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت نسبی، اما امکانات زیاد وجود داره که اگر ما زحمت و وقت اراده داشته باشیم صلح در افغانستان بسیار زیاد امکان پذیر است و این میتونه 80% مشکل افغانستان حل کنه. آقای سعادت، بارها برای فشار بالای پاکستان تلاش ها صورت گرفته. از زمان اداره بوش شما بیاد دارین که زلمه خلیزاد بارها تلاش کرد تا فشار بالای دولت پاکستان وارد بکنه تا از گروه های تروریستی حمایت از گروه های تروریستی دست برداره، اما با ناکامی منتج شد. در زمان دولت اوباما هم چنین اقدامات صورت گرفت. فکر میکنید که هشدارهایی که از آدرس اداره آقای ترامپ با آدرس پاکستان مطرح میشه و آنچه کنگرس هم مطرح میکنه بتونه پاکستان مجبور به دست برداشتن از پشتیبانی گروه های تروریستی بکنه؟ در این شکی نیست، می انگیزه و یا فکری که در اداره ترامپ به وجود آمده یا امی اداره جدید ایالات متحده آمریکا میخواه او راهکار پیش ببره مبارزه با دهشت افغانی است در هر جغرافیا و با هر نام و نشانی که بوده باشه و این فکر برشون ایجاد شده. اما
یک از زبان یک کانگرسمن یک چیز را میشنویم طبعا به او حدی که الزام آور نیست تا اینکه به تصویب امو کانگرسمن ها یا به تصویب سنایشان نرسد. اگر این به عنوان فشارها بالای پاکستان چه فشار کاهش کمک های اقتصادی و چه فشار آوردن عبور از مرز و یا این عملیات های چیز بیسرنشین گرچه آنچنانی دستاورد نخواهد داشت خصوصا عملیات های او طرف سر مرز توسط بیسرنشینشان اما باز هم از هیچ کده بهتر است تا زمانی که این به یک دیدگاه واحد تبدیل نشوه و این فشار از طرف کانگرسمنانشان به عنوان یک مصوبه به عنوان یک چیزی که الزام آور باشه بالای حکومت و نظامیایشان را باز تطبیق بکنه در او زمان باز ما میتونیم یک امیدواری داشته باشیم که فشار جدی است و پاکستان هم در او زمان باز درک میکنه که اگر این بار گوشزدها و یا این که فشارها را جدی نگیرند شاید این فشارها بیشتر شود تا به حدی شود که باعث مشکل یا ایجاد مشکل برای خود کشور پاکستان شود تا او زمان ما را در حد یک پیشنهاد فکر میکنیم و گرچه من اولا خدمتتون عرض کردم که این کشف جدید نیست که کانگرسمن ها گفته باشند مشکل در پاکستان است چون ایالات متحده آمریکا استخباراتش به او حد قوی است که میدانستند که مشکل در کجا هست اما بنابر بعضی ملحوظات هیچگاه حاضر نشدند که او فشارهای جدی را بالای پاکستان بیارند چون پاکستان دوست استراتژیک خود فکر میکنند در زمان جنگ سرد شما میبینید آقای سعادت آقای ترامپ در نشست ریاض از اقدامات هند در امر مبارزه با تروریسم و قربان شدن هند در تروریسم اشاره کرد از پاکستان یاد نکرد شما اظهارات دو مقام ارشد استخبارات آمریکا را چند روز پیش شاهد بودین که رئیس استخبارات دفاعی آمریکا و رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا در مورد پاکستان شما اظهارات این کنگرسمن آمریکا را میبینید فکر نمیکنید که دیدگاه تغییر کرده و این دیدگاه تغییر دیدگاه این فشارها بتونه پاکستان را مجبور به این بسازه که از پشتیبانی از تروریسم دست بردارد؟ من خدمتتون عرض کردم که تغییر دیدگاه به وجود آمده اما این باید این زمان ثابت می سازه که واقعا این تغییر دیدگاه یک تغییر استراتژیک است و عملا بالای پاکستان تطبیق می شه یا در حد پیشنهاد یا در حد فشار لفظی یا در حد از این که ما می فهمیم پاکستان بگویند که ما می فهمیم شما غلط روان هستی اگر خود اصلاح نکنی باز ما تصمیم می گیریم یا در این حد نگاهش می کنن اگر اینا واقعا بیایند امی هر آنچی را که پیشنهاد کردن عملا تطبیق بکنند یک مسوده صادر بکنند و بخشای حکومتیشان در صدد تطبیقی پیشنهادها باشه گام مثبت است و گام خوبی است اگر 100% جلوگیری نکنه از پرورش دهشت افغانی اما تا یک حدی امکان داره که همین مشکلات را کاهش بده مشکل اساسی اولا خدمتتون عرض کردم که تا زمانی که اینا از پاکستان تعهد نگیرند که ما دیگر نمیخواهیم که شاهد دهشت افغانی یا شاهد گسترش یا افزایش نیروهای تروریستی در منطقه باشیم اگر چنین کاری صورت میگیره عامل اساسی شما هستید ما با شما تصفیه حساب میکنیم این چنین تعهد اگر بگیرن این تعهد به مراتب موثرتر سنگینتر خوبتر واقع میشه نسبت به اینکه اینا بیان به شکل مقطعی عملیات انجام بدن چند نفر دهو بر مرز از بین ببرند یا بکشن باز بعد از او یک سه ماه یک ماه انتظار باشن باز یک عملیات انجام بدن به شکل مقطعی در افغانستان شما نتیجه دیدین که 15 سال این رقم عملیات انجام دادن اما بازم نتیجه چی شد بجز از این گسترش تروریسم افراطیت اما چنان نتیجه که ما توقعش داشتیم و دنیا توقعش داشت و حتی کشورهای خودشان توقع داشتن که جنگ افغانستان جنگ بی ثباتیش به ثبات تبدیل شود یک کشور امن شود و تروریست‌ها از بین برده شوند یک حکومت خوب تأسیس شود متاسفانه هیچ کدامش هم نشد نه حکومت آنچنانی شایسته به وجود آمد و نه جنگ ختم شد و نه جلو تروریست‌ها گرفته شد نه تنها گرفته نشد و حال کشورهای منطقه در رقابت منطقوی دیگه قربانی جنگ مردم افغانستان و این جغرافیا است که در بین کشورهای پرقدرت ما به عنوان یک آله استفاده میشه مردم ما خود ما که از این به نفع خود استفاده میکنند دیگه بنان راهکار اول همیست که فشار عملی بسازن راهکار دومش همیست اگر او کار نمیتوانند یا بنابر هر نوع ملحوظات در توانشان نیست باز بیاند همی نیروهای امنیتی افغانستان به شکل درستش تجهیز کنند اگر ما به عنوان از یک صنف هوایی داریم صنف هوایی خوب داشته باشیم در عملیات ها از انواع تیارات جنگی
استفاده شوه و تا ما بتونیم یک دستاورد خوب داشته باشیم. و همین رقم صنفای دیگه که جنرال صاحب یاد کردن، یعنی باز اگه کار نمیتونیم حداقل بیم این نیروی افغانستان خوب تجهیز بکنیم که تا ما شاید یک دستاورد خوب برای به ختم جنگ داشته باشیم. ما یک چیز به عنوان گپ آخر خدمتتان یادآوری میکنیم که جناب استاد گفتن رای حل رای جنگ نیست. ما فکر میکنیم که انگیزه جنگ در افغانستان انگیزه عقیدتی است، نه انگیزه سیاسی، و رای حل رای صلح نیست، چون دروازه صلح چندین سال از باز است و کسایی که در افغانستان میجنگن اینا تصمیم گیرنده نیستن، ابزار هستن. جنگ از بیرون بالای ما تحمیل شده، تصمیم دیگران میگیرن. هر نوع که ما صلح ثبات بسازیم، باز یک گروه دیگر به جان ما روان میکنن. تشکر. آقای وزیری، شما بیشتر تاکید کردین که اردوی ایالات متحده آمریکا کلانتری سرمایه گذاری رو کرده و در بخش اردوی افغانستان، و خوشبینی را هم ابراز کردین که این فشارها خواد تانست که اسلام آباد مجبور به این بسازه. اما پرسش مطرح است، از آقای سعادت هم پرسیدم که شما هم به این باور هستین که با توجه به اجدارهای گذشته این اجدار بتانه که دست اسلام آباد از سر گروه های توریستی کوتاه بکنه؟ گروه اساسی درې خبرې دلته ډېرې مهمې دي. زه تاسو ته وایم چې لکه چې استاد ورته اشاره وکړه، وکیل صاحب وکړه، په افغانستان کې جګړه د حل لاره نه ده. زه خپله په دې عقیده یم د حل لاره موږ جګړه کوو، وسلوال پوځ قرباني ورکوي. دا د وسلوال پوځ دنده ده چې څوک امن خرابوي، موږ جګړه کوو او دوامدار د جګړه نه ودرو، شپه او ورځ په موضوع کې ولاړ یو. خو د دې تر څنګ د افغانستان خلک، پارلمان، سنا، مدنی ټولنې، مطبوعات، رسنۍ، دا ټول باید سره یو ځای شي او د سولې لپاره آواز پورته کړي. ګوره، دا یوه د حل لاره ده چې په هر شکل کېږي د سولې لپاره کار وکړي، تر څو چې که چیرې د حکمتیار سره سوله کېږي، خو د یو بل فریق سره هم کېږي، د یو بل مخالف سره هم کېږي. هغه لارو چارو منې د فشار وچي تر څو چې موږ سولې ته ورسېږو. مګر په څنګ کې موږ خپل فشار واردوو، وسلوال پوځ خپل عملیاتو ته زور ورکوي، ادامه ورکوي، په موضوع کې ناستې امنیت ټینګوي. دا د یوه خبره ډیره مهمه ده. دویمه خبره د سولې د راوړلو لپاره په پاکستان باندې لازم فشار دی، لکه د امریکا متحده ایالاتو موضوع چې په دې اخرو کې تغییر خوړلی دی، چې څنګه لیدل کېږي و یوازې د سناتور خبرې نه دي، د امریکا د جمهور رئیس خبره، د وزیر دفاع خبره، د امنیت د شورا مشاور خبرې، او د ټول حکومت خبرې داسې دي چې باید په پاکستان فشار وارد شي تر څو چې هغوی سولې ته غاړه کېږدي، تر څو چې آماده شي چې دا تروریستان راونه لیږي. نو ګوره، لازم فشار کولی شي سولې سره مرسته وکړي، او هغه فشار په پاکستان باندې. دا دوه درېمه خبره دا ده چې لکه وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، زموږ وسلوال پوځ جوړېدلو ته، وسلوال پوځ د نن لپاره نه چې موږ جګړه کوو، د راتلونکي لپاره موږ وسلوال پوځ باید جوړ شي، د امریکا متحده ایالات په دې سرمایه ګذاري وکړي، مرسته وکړي. هغه برخې چې کمزوري دي، لکه ما چې مخکې ترېنه یادونه وکړه، هغه برخې باید زموږ کاملا تقویه شي، جوړې شي او نوې تاسیس شي، تر څو چې موږ وکولی شو چې راتلونکي لپاره موږ داسې یو وسلوال پوځ ولرو که په راتلونکي کې افغانستان د یو مشکل سره مخامخ کېږي، وسلوال پوځ وکولی شي چې په مستقلانه توګه باندې بې له د امریکا د کومک او د غربیانو له کومکه په خپله باندې وکولی شي چې هغه مربوي وظایف یا هغه ملي او نړیوال وظایف چې ورسپارل کېږي هغه ترسره کړي. بنان دغه لارې دي، په دې لارو باید کار وشي او سوله دلته په افغانستان کې کیدلی شي ټینګه شي. آقای امینیار، در مورد قوت دشمن اگر توجه شود، شما میبینید بر اساس آمارهایی که از طرف خود نهادهای آمریکایی نشر میشه، گراف بلندی از حاکمیت گروه های توریستی را بر خاک افغانستان مطرح میکنه. بس اجدارهای آمریکایی ها هم چیزی است که به عنوان امید مطرح میشه، استراتژی جدید جنگی آمریکا هم چیزی است که به عنوان امید برای جنگ ختم جنگ افغانستان مطرح میشه. اما مجموعه اوضاع منطقه و جهان فکر میکنید که آماده به این باشه که جنگ در افغانستان واقعا روش نقطه ختم گذاشته شود؟ خب، سوال شما واقعا سوال پیچیده است. از این دیدگاه که من فکر میکنم که سیاست های جهان، تحولات اخیر اگر شما مطالعه کنین، کمتر شما پیدا میکنین که حرف صلح زده شده، حرف اتحاد زده شده، حرف متفق بودن و یکجا بودن و ارزش های انسانی زده شده. حتی وقتی که انتخابات امریکا را مد نظر میگیرین و میرین به تمام کشورهای دیگر، یک نوع نشنالیزم بسیار کوتاه، نرو نشنالیزم بسیار در اوج قرار داره و منافع ملی از هر چیز بیشتر ارجحیت پیدا میکنه، که ضمناً مثلا
مثلا موضع‌گیری سعودی عرب شما وقت ما می‌بینین که خب موضع طبعا منافع ملی است، به این اساس ما فکر می‌کنم که یک ثبات کلی در منطقه و در جهان در حالت در حالت امروز و بر اساس واقعیت‌های امروز ما فکر می‌کنم که ناممکن است و دشوار است، اگر چه ناممکن نخواد بگیم دشوار است. اما آنچه افغانستان است اگر بگوییم است که مهم است که ایالات متحده آمریکا افغانستان از دست دادن نمیتونم، افغانستان به معنای هژمونی ایالات متحده آمریکا است. اگر اینجا ناکام شد ایالات متحده آمریکا، باور داشته باشین که دیگر هژمونی ایالات متحده آمریکا در تزلزل است و ناکام خواهد شد و شکست خورد از این دیدگاه اگر فشار واقعیت صادقانه بالای پاکستان وارد شود و یک هشدار باشه، حتی فشار هم نه، فشارهای اقتصادی هم نباشه، فقط ایالات متحده آمریکا با حسن و نیت کامل خود با پاکستان بگویند که واقعیت شما دیگر با افغانستان و با منطقه مشکل خلق نکنه، من فکر میکنم مشکل بسیار بزرگ از بین میره. علت از علت است که من بعضن فکر میکنم که ما یک نوع تردید هم باید بر حسن نیت امریکا کنیم. 15 سال گذشت و اهداف به دست نامد و ما کاملا سقوط کردیم به ایالات متحده امریکا. انتخابات افغانستان هم مد نظر بگیریم، حکومت که تشکیل شد مد نظر بگیریم، موضع‌گیری امریکا با افغانستان هم مد نظر بگیریم. اکنون که تغییر کرده و یه خوشبینی هست، ولی من فکر میکنم که حکومت داران افغانستان واقعیت باید بیاین با امریکا حساب کنن، با امریکا بگن که افغانستان مقتدر، افغانستان خودکفا، افغانستانی که واقعیت بتونه توان مدیریت خود داشته باشه. این نه تنها که به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر منافع ایالات متحده امریکا در جهان هم مهم است و یک نقطه بسیار جیوپولیتیک و جیوسیاسی در افغانستان یک نقطه بسیار اساس است و از این دیدگاه باید ایالات متحده آمریکا واقعیت امان تعهدات و اظهارات که امروز میکنه ایر به عمل پیاده کنه تا ثابت شود که یا نه واقعیت اینا میخوان افغانستان به ثبات سیاسی برسه. بازم میگم رای حل افغانستان، مسئله افغانستان راه حل نظامی نداره. شما تاریخ تمام جهان مطالعه کنین، کشورهایی که درگیر مقامات های بیشتر از یک دهه هسته رای حل جنگ نداره، رای حل باید صلح باشه. ما همه افغانا باید بیایم بشینیم راه های مکانیزم صلح را پیدا کنیم. اظهارات اخیر آمریکایی ها در مورد فشار بالای پاکستان و جنگ افغانستان بیشتر در افغانستان امیدواری خلق میکنه، با اینکه طرح جدید جنگی ایالات متحده آمریکا هم روی میز آقای ترامپ است. چی چیزها باید در جنگ افغانستان اولویت بندی شود تا جنگ به شکل درست مدیریت شود و مجموعاً افغانستان به طرف ثبات بره؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم. آقای سعادت بفرمایید. یگانه کاری که در افغانستان باید صورت بگیره و حداقل ما از این جنگ نتیجه خوب داشته باشیم، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی ما به حد کافیش و همون سلاح و تجهیزاتی که مورد نیاز ماست و در جنگ فعلی، یک دو همون فشارهای لازمی که بتوانه پاکستان را سر جایش بنشانه و دست از تروریست پروری و تجهیز و تمویل تروریسم برداره، اونم فشارها باید بالای پاکستان ها، چه از طریق ایالات متحده، چه از طریق شورای امنیت سازمان ملل و از هر طریق ممکنه که صورت بگیره اون فشارها وارد شه، حتما ما به یک نتیجه میرسیم. تشکر آقای وزیری، بفرمایید. اساسی ما خود ری خبری تست او کردی، اساسی خبر داده و زمون لپاره مهم خبر داده چې په افغانستان کې جنگ پایته ورسیږي او دی جنگ پایته رسیدل هغه دی چې په هر صورت چې کیږي د وسلوال پاو سره مرسته وشي او د سولې خبرې خو د حکومت او د دولت خبره ده، باید ټول وخت دروازې خلاصې وي تر څو چې سوله افغانستان ته راشي. مګر زه د یو نظامي په صفت باندې د وسلوال پاوز د تقوی لپاره باید د افغانستان او د حمایې لپاره د افغانستان خلک هم کار وکړي او د پرستیج لپاره یې خصوصاً زما د رسنیو نه او د سیاسینو نه چې په دې میزونو باندې کینی په دې تلویزیونونو کینی، د دوی نه هیله دا ده چې د وسلوال پوز د پرستیج لپاره، د دوی د تقوی لپاره، د دوی څخه د ملاتړ لپاره خپله ټوله انرژي په کار واچي تر څو موږ داسې یو ویاړلې داسې وسلوال پوز ولرو چې هغه په سیمه کې، په نړۍ کې او په افغانستان کې د زموږ د ملت لپاره، زموږ د خلکو لپاره د افتخار وړ وي لکه دا اوس چې دی. آقای امینیار بفرمایید. ما فکر میکنم همان چیزایی که دوستا گفت واقعیت همون نکات بسیار مهم است. تجهیز اردوی ملی، بدون تجهیز اردوی ملی رای وجود نداره که ما واقعیت بتانیم کشور مقتدر و از خود دفاع بتانیم کده و این اساس است. ایالات متحده آمریکا دیگر باید بهانه‌جویی نکنه،
ای که ما حالا میدان نداریم یا مثلا میدان کم است و یا مثلا مسائل دیگر که امروز استراتژی ما این چیزا نداره یا افت بجت است و چیزای زیاد دیگه که ما هم عملا در حکومت کار کردیم در سال میفهمیم چیزا سیاست های ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان صادق نبوده. ایالات متحده آمریکا باید عذیب آباد واقعیت هم افغانستان نیروهای ملی افغانستان تجهیز کنند. تجهیز به معنی از است که قوت ما توانمندی ما باید حداقل برابر منطقه باشه. حداقل ما باید درون داشته باشیم، ما باید تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته داشته باشیم، ترنینگ و آموزش باید 100% وجود داشته باشه که هست یکی از میشن اساسی هم است. وزیری صاحب بیشتر میفهمد این مورد، این به اساس است. اردوی ملی افتخار ملی است و دفاع ملت به اساس اردوی ملی میشه، حکومت به اساس از این دفاع میشه. اینجا باید توجه اساسی صورت بگیره. دیگر طبعا موضوعات دیگر که برتون دوستا گفتو موضوعات هم موضوعات مهم است که در پاکستان و صلح این دو موضوع اساس بود. بسیار تشکر آقای امینیار، آقای سعادت و آقای وزیری از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بیندو عزیز تا برنامه بعد. خدا نگهدار.